بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. یک مقام نزدیک به ملا عمر رهبر گروه طالبان میگوید که این گروه باید برای رسیدن به اهداف خود یک جنبش سیاسی را ایجاد کند. آقا جان معتصم تاکید میکند که رهبران طالبان که نامهایشان از فهرست سیاه سازمان ملل حذف شده، نقش اساسی را در روند سیاسی ایفا خواهند کرد. وی در گفتگو با یک رسانه پاکستانی تاکید کرده است که طالبان منتظر فراهم شدن زمینه برای اعلام رسمی حزب سیاسی خود هستند، اما بخش نظامی این گروه بخش اساسی آن خواهد بود. معتصم گفته است که نگران بروز جنگ داخلی پس از سال 2014 در کشور است و این نگرانی با احتمال مداخله کشورهای همسایه در افغانستان تشدید می شود. پاکستان انتقال زندانیان ارشد طالبان به ویژه ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره دوم پیشین این گروه، به قطر را بررسی می کند. انتقال این زندانیان به عنوان بخش از تلاش ها برای تسهیل روند صلح در افغانستان گفته شده است. رسانه های پاکستانی نوشتند که هنار بنیکوهر وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه به قطر سفر کرده تا در مورد راهکار رهایی زندانیان طالبان با مقام های قطر گفتگو کند. پاکستان در گذشته نیز نزدیک به 30 زندانی طالب را رها کرده، اما به دلیل نبود هماهنگی میان طرف های دخیل در روند صلح نتیجه نداده است. وزیر خارجه پاکستان همچنان از مقام های قطر خواسته است که در گفتگوهای طالبان و دولت افغانستان در قطر باید تمامی گروه های دخیل شامل شبکه حقانی شامل باشند. جواز دانستن حملات انتحاری از سوی رئیس شورای علمای پاکستان در افغانستان با واکنش تند شورای امنیت ملی روبرو شده است. در نشست شورای امنیت ملی که روز گذشته بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شده بود، تاکید شده است که افغانستان هیچگاه یک کشور اشغال شده نبوده و در حملات انتحاری که در افغانستان صورت میگیرد بیشتر غیر نظامیان به شهادت میرسند. شورای امنیت ملی همچنان گفته های رئیس شورای علمای پاکستان را خلاف گفته های علما و روحانیون مشهور جهان اسلام دانسته و آن را نکوهش کرده است. شمار از دانشجویان ننگرهار بار دیگر در پیوند به عدم رهایی 26 دانشجوی این ولایت از سوی نیروهای خارجی راه پیمایی کردند. راهپیمایان بزرگراه کابل جلال آباد را بر روی ترافیک بسته و از دولت و نیروهای ائتلاف می‌خواهند تا این 26 دانشجو را هرچه زودتر از بند رها کنند. به گفته راهپیمایان 26 دانشجوی ننگرهار به اتهام همکاری با مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای خارجی بازداشت و از چندین سال به این سو در زندان‌ها به سر می‌برند. آزمون جذب آموزگاران در چوکات وزارت معارف دیروز در ولایت بلخ آغاز شد. به گفته مسئولان ریاست معارف بلخ، در این آزمون نزدیک به 2500 تن از فارغان صنوف 14 هم اشتراک نمودند که بیش از 1000 تن آنان را بانوان تشکیل می دهد. از این میان قرار است 450 تن آنان در مکاتب ولایت بلخ جذب شوند، اما شمار از شرکت کنندگان این آزمون از شفافیت و عادلانه بودن این آزمون نگران هستند. در کمبودی های خود ما در ولسوال بسیار زیاد کمبود داریم، معلمین اجیر بسیار زیاد داریم. ما تقاضامند از وزارت معارف هستیم که مطابق به کمبودی های ما تشکیل برای ما روان کنند. ولی هاری که ما 450 نفر میگیریم، تشکیل است که وزارت معارف برای ما داده. باز حالا امتحان دادم، اگرچه نمره کم نبود خب بازم نتونستم موفق شدم از اینکه رشوت ندادم، واسطه نداشتم و فعلا میخوایم باز تازه امتحان بدم. اصلا شفافیت وجود نداره، گدوادی بسیار زیاد است از حد گذشته و زمان امتحان اصلا معلوم نیست، معلوم نیست که کدام رشته در کدام جای امتحان داده میشه. چهار تن به اتهام حملات هراس افغانی در ولایت نیمروز بازداشت شدند. ریاست عمومی امنیت ملی با پخش خبرنامه میگوید این افراد در نتیجه دو عملیات اپراتیفی در مربوطات شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز بازداشت شدند. در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی از کشف شمار جنگ افزار و مقدار مواد انفجاری در مربوطات ولسوالی بکوا این ولایت نیز خبر می‌دهد. و در پی انفجار یک بمب جاسازی شده در یک موتر در شهر کراچی پاکستان 45 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته یک سخنگوی پلیس این انفجار در نزدیکی یک مسجد و در یک منطقه شیعه نشین این شهر رخ داده است. مقام های امنیتی میگویند که احتمالاً شمار قربانیان بیش از این افزایش یابد. تا اکنون هیچ فرد و یا گروه هم مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.